بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. خبرنگار خبرگزاری اخبارشی از چاپ کتاب جدید درباره حوزه علمی شهر مقدس کربلا و مرجعیت دینی به عنوان اولین حوزه علمی جهان شیعه خبر دادند که توسط سعید رشید زمیزم تألیف شده است. به گفته نویسنده این کتاب که اسناد و مدارک مختلفی را در آن منتشر کرده، حوزه علمی شهر مقدس کربلا توسط امام صادق علیه السلام تأسیس شده و در طول تاریخ علما و مراجع زیادی را در دل خود پرورانده است. گفتنی است بهره های مختلف تاریخی حوزه علمی شهر مقدس کربلا در این کتاب زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نام یک مرد هلندی که 4 دهه پیش مورد عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفت، به عنوان کسی که طولانی ترین عمر را پس از این عمل داشته است، در رکوردهای جهانی گینس ثبت شد. پزشکان به این مرد هلندی در سال 1984 گفته بودند که به دلیل عارضه قلبی تنها 6 ماه دیگر زنده خواهد ماند. او اکنون امیدوار است که سرنوشتش نمونه‌ای امیدبخش برای دیگر بیماران قلبی باشد. دانشمندان رشد قلب یک نوزاد را پس از عمل پیوند قلب پیشرفتی بزرگ می‌دانند. میانگین امید به زندگی بیمارانی که مورد عمل پیوند قلب قرار می‌گیرند 16 سال است. بر اساس مطالعه انجام شده توسط وزارت بهداشت دولت سوریه، موارد سوء تغذیه عمومی در مناطق مختلف مناطق تحت کنترل دمشق در سال 2023 میلادی 3 برابر شده است. به گزارش العربی الجدید، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرده نتایج بررسی ملی تغذیه خانوارها افزایش 3 برابری در شیوع موارد سوء تغذیه عمومی را نسبت به نتایج سال 2019 نشان می‌دهد. این مطالعه نشان داد که شیوع کمبود وزن با افزایش حدود 2 برابری و میزان کوتاهی قدی در مقایسه با 12% به حدود 17% رسید، در حالی که شاخص کمخونی در این مطالعه وجود نداشت. سازمان جهانی بهداشت میگوید که آمار مبتلایان به سرخک در افغانستان از هفته 3 نوامبر سال گذشته به این سو افزایش یافته است. این سازمان شام یکشنبه 13 اسفند با نشر گزارشی گفته که تنها در 2 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 7000 مورد مشکوک به سرخک در این کشور به ثبت رسیده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، از این میان 29 تن در پی مبتلا شدن به سرخک جان باختند. بر اساس این گزارش، بیش از 5700 مورد آن که از 80% مجموعه واقعات مشکوک را تشکیل می‌دهند، کودکان زیر 5 سال هستند. منابع محلی از وقوع زلزله 5.6 ریشتری در فنوج سیستان و بلوچستان خبر دادند. در همین راستا مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت زلزله 5.6 ریشتری در فنوج این استان تاکنون خساراتی در پی نداشته است. به افزود این زلزله حوالی ساعت 7:50 در 44 کیلومتری فنوج سیستان و بلوچستان، 67 کیلومتری گلمورتی و 67 کیلومتری بنت به وقوع پیوست. یورو نیوز گزارش داد که دیوان اداری پاریس درخواست تجدید نظر محجوب محجوبی، امام جماعت سنی تندروی تونسی تبار را که خواستار لغو حکم اخراج خود شده بود نپذیرفت و به این ترتیب حکم اخراج این روحانی تندرو تایید شد. دولت فرانسه در روز 22 فوریه 3 اسفند این امام جماعت مسجد در شهر بانیوله سورسز در جنوب کشور را به اتهام بیان سخنانی تند و توهین‌آمیز علیه فرانسه و یهودیان اخراج و به تونس برگرداند. او همچنین به تبلیغ برای جهاد و تحریک به تروریسم متهم شده.